بازگشت قاتلی معروف به اسم جیکسا برای انتقامی وحشتناک. گلاس یا سلام، امروز فیلم ساو ایکس یا اری 10 رو آوردم. اگه ندیدید نسخه قبلیش رو میتونید از کانال تماشا بکنید. البته که بعضیاش از کانال یوتیوب پاک شده به خاطر مشکلات کپی رایت. میتونید کانال تلگرام تماشا بکنید که آدرسش @gilasiamovie. این فیلم یکی از بهترین نسخه های اری حساب میشه به نظرم و جزو ستای اول باید در نظر بگیریمش، چون هم خیلی بازیگرش خفن بازی کردن، هم داستان خیلی خوبی داره. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپور کامرا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم محبوب دلها جان کریمر رو میبینیم که توی بیمارستانیه و جواب آخرین آزمایش های شیمی درمانیش رو میگیره. متاسفانه چیزی درست نشده و دکتر میگه روزهای آخر زندگیته، پس بهتر ازشون درست استفاده کنی. جان خیلی به هم ریخته است و موقع خروج نظافتچی رو در حال پیچوندن لوازم یکی از بیمارها میبینه. یه دفعه همون نظافتچی رو بسته شده به تله یه جیکسا میبینیم. لوله های به چشماش وصلن و صدای جیکسا پخش میشه که باید دکمه های کناری تو فشار بدی تا 5 تا انگشت خودت رو بشکنی، وگرنه بعد 3 دقیقه جفت چشم توسط لوله ها در میان. نظافتچی هم میترسه و موفق نمیشه و به محض خروج چشمهاش میفهمیم اینا تو توهم جان کریمر بودن. نظافتچی رو صدا میکنه و اونم لوازم بیمار رو سر جاشون میذاره. جان میگه انتخاب درست بود و از بیمارستان خارج میشه. از امروز جان به جلسات گروهی افراد سرطانی میره و یه روز توی رستوران با یکی از افراد همین جلسه ها به اسم هانری مواجه میشه. هانری سرطان لوزالمعده داشته و حالا حالش خیلی بهتره. جان میگه چطوری اینقدر خوب شدی و هانری هم از دکتری به نام فین پیترسون صحبت میکنه. اولین کسی که درمان سرطان رو پیدا کرده، اما هیچ کدوم از سازمانهای دارویی بهش اجازه کارو نمیدن چون میتونه یکی از بزرگترین منابع درآمدشون رو از بین ببره، یعنی فروش داروهای سرطان. آدرس سایت این دکتر هم به جان میده و بعد از آرزوی موفقیت هم خدافظی میکنن. جان به محض رسیدن به خونه در موردش تحقیق میکنه و چند تا مصاحبه از دکتر فین پیترسون میبینه. مصاحبه که توی همشون از کارش خیلی مطمئنه و دلیل مخالفت دولت با کارهاش هم موفقیت خیلی زیاد خودش میدونه. به سایت این دکتر میره و فیلمی از دخترش یعنی سیسیلیا پیترسون آپلود شده. تو این ویدیو دختر اعلام میکنه که ما رو از کشور بیرون کردن و جون پدرم تو خطره. الانم در حال ارتقای داروهاشو قایم شده و تو این مدت من دارم دنیا رو سفر میکنم تا عمل جراحی پدرم رو انجام بدم. جان که مشتاق شده پیامی توی سایت میذاره و به خواب میره. چند ساعتی میذاره دکتر سیسیلیا بهش زنگ میزنه. میگه پرونده تو خوندم و میتونم 3 ماه دیگه با بیمارهای جدید کارتو انجام بدم. جان به هم میریزه چون اونقدر وقت نداره و دکتر سیسیلیا بعد یه بررسی میگه خودتو تا جمعه به مکزیک برسون چون اینجا یه دونه بیمار خالی دارم. جانم با خوشحالی قبول میکنه و تو اولین فرصت همین کارو میکنه. با خروج از فرودگاه راننده‌ای به اسم دیگو از طرف دکتر اومده و جانو به سمت مطبش میبره. وسط راهن و یه رفه ونی جلوشون میاد و 2 تا مرد ماسک دار با اسلحه پیاده میشن. بعد اینکه مطمئن میشن جان کریمر این تو ماشینه، پیادهش میکنن و اونو به عقب ون میبرن. بعدم راه میافتن. ساعتی بعد جان از ماشین پیاده میشه و جلوی عمارتی با شکوه. ماسکدارها با احترام پیادهش میکنن و اونو میبرن داخل، جایی که با گابریلا خدمتکار این خونه آشنا میشه. گابریلا خیلی مهربون و ساده است و میگه دکتر سیسیلیا اونم درمانش کرده. با جان آشنا میشن و دقیقی بعد دکتر به دیدن جان میاد. بابت ون معذرت میخواد و توضیح میده که توسط سازمانهای داروسازی تحت تعقیبن و مجبورن اینطوری بیمارها رو بیارن. و سر صحبتشون هم بیرون از خونه بچه‌ای رو میبینن که فوتبال بازی میکنه و جان براش دست تکون میده. شروع به توضیح این عمل جراحی میکنه و میگه باید از داروهای پدرم استفاده کنی تا درمانت کامل شه، البته بعد از جراحی. بعدم به اتاق عمل میرن و دکتر میگه اینجا قبلا یه کارخونه مواد شیمیایی بوده. فعلا اینجا مستقرین و قسمتی رو نشون میده که لوازم جراحیشون موجوده. اینجا بیمار دیگه به اسم پارکر هم داره معاینه میشه و با جان آشنا میشن. میگه سرطان تیروئید داشته و حالا خیلی بهتره. دکتر میگه شانس درمان ما 90% و مطمئن باش آینده خوبی جلوته. متخصص بیهوشی یعنی متیو هم با جان آشنا میشه و توضیح میدن عمل جراحی و قرار مردی به نام دکتر کورتز انجام بده. پرستار دیگه به اسم والنتینا هم آزمایش های جان رو به عهده میگیره. بعد پایان معرفی دکتر سیسیلیا و جان بیشتر صحبت میکنن و دکتر امید زیادی بهش میده که مطمئن باش زندگی خوبی جلوته. روز بعد اول صبح و جان همون بچه روز قبل رو میبینه. چرخش خراب شده و با لبخندی میره کمکش. چون بچه انگلیسی بلد نیست، جان با اشاره ازش کلمه کشیدن رو به اسپانیایی یاد میگیره و بهش میگه باید این موقع توقه ها رو بکشی. خلاصه با هم رفیق میشن. بالاخره زمان عمل میرسه و گابریلا بطری تکیلای برای جان میاره.
میگه رسم مکزیکیا برای خوشدانسیه، اما فعلا نباید بخوریش. مرد به اتاق عمل میره و جراحی توسط دکتر کورتز انجام میشه. جان تو بعضی مراحل نیمه هوشیاره و میبینه که توی تصویری عمل مغزش داره انجام میشه. البته تا وقتی که والنتینا تلویزیون رو میچرخونه، چون ضربان قلب جان از استرس بالا رفته. عمل به پایان میرسه و ساعتی بعد جان تو اتاق بهوش میاد. دکتر سیسیلا کنارش و میگه اینجا ساختمون دیگه یه، نزدیک همون کارخونه. باید دوران نقاهت تو یک هفته اینجا باشی و روزی دوبار از داروهای پدرم استفاده کنی. تو این یه هفته هم باند سرتو باز نکن و گابریل یا والنتینا هم به دیدنش میان. بعدم آزمایش جدید جان نشون میده که باعث میشه اشکاش بریزن. تو این آزمایش همه چیز درسته و یعنی درمان شده. جان میگه باقی هزینه عملم تا فردا به حسابتون میشینه و دکتر خدافظی میکنه و میره. چند روز بعد جان تنهایی میگذرونه و کم کم طراحی تله های جیکسا جاشون رو به طراحی و معماری میدن. علاقه اصلی جان قبل از اینکه به قاتل سریالی تبدیل بشه. حالش خیلی بهتر شده و تصمیم میگیره یه بطری تکیلا برای گابریلا ببره تا ازش تشکر کنه. وقتی به همون جایی که بار اول بردنش میرسه، همه چیز به هم ریخته. به قسمت جراحی میره و همه لوازم سر جاشونن، اما کلی لوازم شکسته و کتابهای دانشجوهای پزشکی هم پخش و پلاس. کتابهایی که تازه کارو عموما میخوننشون. جان مانیتور رو روشن میکنه و میفهمه فیلمی که لحظه جراحیش میدیده یه فیلم ضبط شده است و با عصبانیت تکیلا رو میشکنه. حالا باند سرش هم باز میکنه و میفهمه سرش کلاه گذاشتن، چون هیچ عملی روش انجام نشده. جان با عصبانیت شیشه تکیلا رو میشکنه و با تلفنش تماس میگیره و از کارگاهی کمک میخواد که اطلاعات این افراد رو پیدا کنه. کارگاهی که دستیار جیکسا بود تو قسمت‌های قبلی هم دیدیمش، کارگاه هافمن. میریم به چند شب بعد. دیگو راننده‌ای که جان رو به اون محل برد، مسافری زد و بعد پیاده کردنش یکی دیگه سوار میشه. بعدم با دستمالی این راننده رو بیهوش میکنه. دیگو چشماشو باز میکنه و جا بسته شده. دستاش گرفته شده و تیغی سر هر دو دسته و دو تا وسیله مشکی هم بهشون وصل شده. بعد اینکه آروم میشه، با همونا تناب دور خودش رو میبره. جان کریمر هم اون طرف شیشه است، اما هر کاری میکنه شیشه ها نمیشکنن. ضبط صوتی از سقف آویزون میشه و دیگو که میفهمه التماساش بیفایدن، نوار رو پلی میکنه. جان میگه سلام دیگو، یا بهتر بگم دکتر کورتس. میفهمیم این مرد همون جراحی بوده که با ماسک صورتش پوشونده بود. جان توضیح میده دو تا بمب مثل قده سرطانی بهت وصلن و باید با جردادن دستات درشون بیاری وگرنه میمیری. تایمر فعال میشه و اولش دیگو فقط داد میزنه و راه میره. راه فراری نیست و در آخر با فریاد و دردی زیاد جفت دستاشو نوبتی پاره میکنه و بمب ها رو جدا میکنه. جان با لوازم پزشکی میاد سمتش تا جلوی خونریزی رو بگیره و میریم به سکانس بعد. والنتینا همون متخصص آزمایش ها تو باری داره با یه مرد لاس بزنه. دوتا میرن بیرون برای اشغال. دختر میگه با بهم پول بدی و مرد که عصبانی میشه پرتش میکنه تو ماشین. میخواد نزدیک شه که یه دفعه شیشه میشکنه و چیزی به سرش میخوره و بیهوش میشه. والنتینا فهمیده جریان چیه که یه نفر از پشت بلندش میکنه و میدوزتش. میریم سراغ ماتیو، متخصص بیهوشی. در اصل این مرد توی دامپزشکی کار میکنه و داروهای آرام بخش رو از اونجا میدوزه. گابریلا میاد پیشش و با دادن کلی پول ازش مواد مخدر میخره. با تنها شدن ماتیو، یه نفر ماسک خوک سر میرسه و بعد زدن شوکری میدوزتش. گابریلا به کلاب میره تا مواد بزنه. تو دستشویی و متوجه یه نفر جلوی در میشه. وقتی که طرف فاصله میگیره، گابریلا بیرون میاد و یه دفعه با باز شدن در روبرویش میفته زمین. دوباره شخص ماسک دار میاد و اونم میدوزه. نوبت آخرین نفره، یعنی سردستشون سیسیلیا. سیسیلیا تو خونه لاکچری و با شنیدن صداهای یکم میترسه. خونه رو میگرده و جلوی دوربین‌های امنیتی وامیسته. از یه دوربین میبینه کسی روی سقف خونه است و همین لحظه نورگیر میشکنه. سیسیلیا میدوه تو ماشین رو میخواد فرار کنه، اما یه نفر دیگه هم اونجا منتظره و با آمپول بیهوشش میکنه. اونم کسی نیست جز جان کریمر. ماسک داره دیگه ای هم که خودشون نشون میده آماندا یانگه، یعنی دستیار اصلی جان که در نسخه‌های قبلی دیدیمش. ساعتی بعد هر چهار نفر این شیاره چشماشون رو باز میکنن و تو کارخونه ای که عمل میکردن به هوش میان. هر کدوم بسته شدن و آماندا برای گرفتن گوشی سیسیلیا لوازم روی چرخی میذاره. چرخ همون وسط میذاره و جان کریمر هم میاد. بقیه با دیدنش التماس میکنن کمک کنه، ولی سیسیلیا هنوز توی نقش خودشه. به جان میگه چرا این کارو میکنی؟ من که کمکت کردم. جان هم توجه به دروغای این زن نمیکنه و سمت والنتینا میره. اولین قربانی. بهش میگه اره سیمی خیلی قویه. میتونه استخون رو مثل میوه ببره. یه دونه از جلوی گردنته و اگه بازی رو شکست بخوری سرتو جدا میکنه. بازی همینطوریه که باید با اره سیمی کنارت پای خودتو کامل قطع کنی. بعد شلنگ رو داخلش کنی و خونش رو همراه مغز استخون بیرون بکشی. اگه به اندازه کافی این کارو کنی آزاد میشی.
جام میره طبقه بالا و بازی شروع میشه. دکتر سیسیلیا به ولنتینا دلگرمی میده تا این کارو انجام بده و اونم دست به کار میشه. با جیغ‌های ممتد بالاخره پای خودش رو میبره. شلنگو میکنه داخلش و چند ثانیه بیشتر پایان وقت نمونده. خون به حد نصاب نمیرسه و حالا اره بالایی فعال میشه. جلوی چشم بقیه ولنتینا به شکل دردناک سرش رو دست میده. آماندا و جان در مورد قربانی بعدی حرف میزنن و آماندا به خاطر سابقه که با مواد داشته دلش به حال گابریلا میسوزه. اما جان میگه تو این کار نباید بین مجرم ها تفاوت بذاری، چون همشون حق انتخاب داشتن و خودشون خواستن سر آدم های سرطانی کلاه بذارن. کسایی که هیچی توی زندگیشون نمونده و فقط امید الکی بهشون تزریق شده. این در حالیه که سیسیلیا متوجه گوشیش میشه که هنوز وسط اتاقه و با بقیه دنبال یه راهن تا بتونن ازش استفاده کنن. سیسیلیا بیرحم بدن بیجون ولنتینا رو جلو میکشه و با تیک شیشه شکمش رو جر میده. روده‌هاشو دمیارو با انداختنش سمت بقیه موفق میشن میز رو سمت سیسیلیا بیارن. اونم سری گوشیشو برمیداره و از یه نفر درخواست کمک میکنه. وسط حرفش آماندا میاد و با شوکری تلفن رو قطع میکنه. لحظاتی بعد نوبت قربانی بعدیه و میبینیم یه نفر به همین مکان میاد. اونم کسی نیست جز پارکر، بیماری که جان قبل عمل دید. پارکر با عصبانیت به در میکوبه و سیسیلیا رو صدا میکنه. میگه اومدم سراغتون چون فهمیدم کلاهبرداری کردید. از دری وارد میشه و کمی جلوتر یکی با ماسک خوش میبینه. اصلاً یکی دستش رو شلیک میکنه. وقتی میره طرفش میفهمه یه تلس و سر ولنتینای که روی زمین افتاده. آماندا پشت سر میرسه و با ضربه اونو بیهوش میکنه. چشماشو باز میکنه و تو اتاق کنترل جلوی آماندا بسته شده. سرش داد میزنه و جانم هم میاد همینجا. پارکر میشه سرش رو بهش میگه چیکار میکنی؟ میگه فهمیده که این کارا کلاهبرداری بودن و جانم هم میگه همه چی خودم میدونم. میبرد سمت مانیتورها و نشون میده که گیرشون انداخته. بعدم بهش میگه اونا به سزای کارشون میرسن، تو هم پولتو پس میگیری، چون همه پولا رو پیدا کردم و توی کیف گذاشتم. اما قبل اینکه بخوام آزادت کنم باید یک سری چیزو به چشم ببینی. بعد آماندا میره پیش قربانیا. نوبت گابریلاس، اما وقتی ماتیو فوش میده و میاد که دعوا کنه، آماندا به شوکر میزنه و اونو برای تله بعدی آماده میکنه. گابریلا ترسیده و آماندا یواشکی میگه من الان جلوتو نجات دادم، پس خفه شو. با باز شدن چشمای ماتیو تو تله بسته شده و چیزی دور سرشه. عروسک جیکسا از اتاق میاد سمتش و لوازمیو با دوچرخه میاره. ضبط صوتی هم کنارشه و اول ماتیو نمیخواد گوش کنه، اما وقتی که شوکر دور گردنش فعال میشه مجبور میشه و با حرفای سیسیلیا اونو پلیش میکنه. صدای جان پخش میشه و میگه بالا سرت یه دوربین وصله که مغزتو نشون میده. تو باید با دستگاه کناریت قسمتی از مغز خودتو در بیاری و توی ظرف جلوت بریزی. اگه به حد کافی برسه آزاد میشی. زمان فعال میشه و حالا ماتیو وحشت کرده، اما با راهنمایی سیسیلیا دستگاه روی سر خودش میذاره. سکانس دردناک و پر از خون قسمتی از جنجمش رو جر میده و با انبور یکم مغزش توی ظرف میرسه. وقت داره به پایان میرسه، اما هنوز کافی نیست و قبل انداختن قسمت دیگه به پایان میرسه. تیکه های آهن کنار سر ماتیو از حرارت قرمز میشن و یه دفعه مثل ماسکی روی سرش قرار میگیرن. صدای فریاد ماتیو هم برای همیشه قطع میشه. جان و آماندا دارن حرف میزنن و یکم شرایط احساسیه. آماندا میگه کار اینا رو تموم کنیم، اما خودت هم میدونی بابای سیسیلیا خیلی جراح معروفیه، شاید واقعا بتونه نجاتت بده. جان ولی تمایل نداره و میگه با واقعیت کنار بیا، چون زندگی من تموم شده، نباید الکی دیگه ادامش بدم. تو هم باید خیلی قوی باشی، چون بعد من چند تا کار مهمه و باید ادامه بدیشون. بعدم هم تو آغوش میگیرن و گریه میکنن. در آخرم جان میگه دست پارکر رو باز کن، چون باید کنارمون باشه. آماندا میگه ولی ممکنه ضدمون کاری کنه و جان میگه نقشه ما به هر حال درست پیش میره و نگرانش نباش، اونم با ماه. پارکر هم موقع باز شدن متوجه میشه که جان اسلحه‌اش رو توی کمد پشتی میذاره. طبقه پایین عروسک جیکس سمت گابریلا میره و نوبت اون شده. میترسه و نمیخواد نوا رو پخش کنه. جان میگه بازی به هر حال باید شروع شه و با باز شدن چند تا دریچه زنجیرهای گابریلا کشیده میشن و اونو از یه دست و یه پا رو هوا نگه میدارن. در همین حال هم جان بقیه قوانین رو میگه. اینکه سرطانی ها سختترین درمان ها رو میذارن، اما شما هم بازیشون دادید. پرتو درمانی یکی از بدترین این درمان هاست و روبروی گابریلا یه دستگاه پرتو درمانی قرار میگیره. جان میگه قبل اینکه زندگی تموم شه باید با چکش کناریت خودتو از زنجیرها آزاد کنی و دستگاه پرتو درمانی روشن میشه. حرارت فوق العاده بالاش پوست دختر داره میسوزونه. سیسیلیا داد میزنه انجامش بده و گابریلا چکش رو برمیداره. اول مردد، اما به خاطر درد زیاد ضربات محکمی به پاش میزنه و با شکستن مچش زنجیر رو جدا میکنه. یکم از دستگاه فاصله میگیره و نفس راحت میکشه، اما حالا دستگاه تکون بخوره و باز جلوش قرار میگیره. همه صورت دختر سوخته و با ضربات دیگه‌ای مچ دستش رو میشکنه و میفته زمین.
اولین کسی که از بازی جون سالم به در میبره گابریل ناس. جان با آماندا میگه سری ببرش بیمارستان، اما قبل اینکه بره پارکر میاد سمتشون. اسلحه‌اش رو بالا میگیره و میگه این روانی بازی ها دیگه بسه. جان و آماندا شوکه شدن و به اجبار میرن طبقه پایین. وقتی پارکر به سیسیلیا میرسه همون میبوسن و میفهمیم زن و شوهرن. اصلا از اولین نقشه ها رو با هم ریختن و پارکر یه بیمار الکی بوده. به دستور پارکر سیسیلیا آزاد میشه و اول از همه تو گوش آماندا میخوابونه. به جان میگه تو فکر میکنی خیلی خوبی، اما قبول کن که شکست خوردی. من همون اول فهمیدم تو جیکسایو، میدونستم قراره یه چالش بشه، اما خواستم به هر حال انجامش بدم. حالا باید خودت همه چی رو تجربه کنی. بعدم به زور اسلحه جان خودشو به تله میبنده که سیسیلیا بهش وصل بود. جان میگه اول گابریلا رو ببرید بیمارستان چون وضعش خوب نیست، اما سیسیلیا اهمیتی نمیده. بعدی که میره سمتش و با دست خودش جون اونو میگیره. بعد به جان میگه هر کدومشون رو کشتی من خوشحال شدم چون یه سهم از پولها کمتر شد و تو کار سختم انجام دادی. جان به پارکر میگه این بلا رو سر خودت هم میاره ها، اما پارکر توجهی نمیکنه. وسط همین صحبت ها صدای ضرباتی به در بیرون میاد. بیرون کارخونه بچه‌ای که جان باهاش دوست شده بود و میبینیم که داره فوتبال بازی میکنه. سیسیلیا با گول زدن بچه اونو میاره داخل و جان خیلی میترسه. سیسیلیا میگه میخوام یه بیگناهی که دوست داری از دست بری تا درد کارهاتو بفهمی و فکر نکنی خیلی خوبی. جان بیشتر از همیشه ترسیده و حالا به جای آماندا این بچه رو به تله کنارشون بندن. هرچی جان خواهش میکنه توجهی نمیکنن و با کشیدن اهرمی تله فعال میشه. جان تنها کلمه اسپانیایی که بلده رو به صورت منفی میگه. داد میزنه اصلا نکش. زنجیر هر دوی اونا رو به زمین میچسبونن. دستگاهی بالا سرشون میاد و چند لحظه بعد از بالا سر هر دو خون انسان شروع به ریختن میکنه. سیسیلیا میگه پس با آبم نمیخواست منو خفه کنی و به جاش خون ریخته بودی. جان بار آخر دوباره میگه اصلا نکش و خودش اهرمی که کنارشه رو فشار میده. دستگاه به طرف جان خم میشه و دیگه خونی روی پسر نمیریزه. سیسیلیا پارکرم ولشون میکنه و میرن طبقه بالا. یه لحظه بچه برخلاف گفته جان اهرمو میکشه چون نمیخواد جان به خاطرش فداکاری کنه و باعث میشه یکم جان نفس بگیره. باز اون سمت خودش میکشتش و آماندا هم هی جیغ میزنه و نگرانه. طبقه بالا پارکر و سیسیل با خوشحالی کیف پولاشونو برمیدارن و یه رفعه زنگی به صدا در میاد. تایمر 10 دقیقه توی اتاق فعال میشه و تله های طبقه پایین از کار میفتن. جان بالاخره نفس راحت میکشه. سیسیل اسلحه پارکر رو میگیره که شیشه رو بشکنن، اما میفهمن گلوله داخلش نبوده. یعنی همه اینا برنامه‌ریزی جان کریمر بوده. البته که قرار بوده به جای اون بچه آماندا روی تله باشه و با برنامه‌ای که ریختن نوبتی اهرمو بکشن تا تله‌شون غیر فعال شه. اما خب به هر حال کسی هم آسیب ندیده. صدای جان تو اتاق پخش میشه که میگه از اول ارتباط پارکر و سیسیلیا رو فهمیده بوده. حالا هم گازی کشنده توی اتاق پخش شده و تنها یه محل نفس کشیدن مونده. این دو نفر باید انتخاب کنن کدومشون زنده میمونه و پارکر یاد حرف جان میفته. اون بهش گفته بود که سیسیلیا پاش بیفته تو رو هم فدا میکنه. سیسیلیا حمله میکنه و وسط درگیری پارکر رو میکشه. در حالی که سرش از اتاق بیرون کرده به جان زل میزنه. اونم همراه آماندا و بچه سمت در خروجی میرن. جان همه پولها رو به بچه میده که زندگی خوبی داشته باشه و بی توجه به سیسیلیا که تا ابد اونجا گیر کرده از مکان خارج میشن. وسط تیتراژ فیلم سکانسی از برگشت جان به آمریکا میبینیم. به سردم میره که هانری بسته شده بود. مردی که جان رو به این مخمصه فرستاد. کسی هم که گیرش انداخته کارگاه هافمنه. دستیار دیگه جان کریمر. مشخص شده هانری الکی زخم جراحی نشون میداد و اینطوری سرطانی ها رو به مکزیک میفرستاده. تله جریدی روی اون فعال میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اره 10 یه تفاوت داستانی خیلی بزرگ داره. توی تمام نسخه های قبلی که دیدیم سیر داستانگویی اینطوری بود که یه سری قربانی همون اول گیر میافتادن و توی تله نشون داده میشدن و کم کم تا آخر فیلم میفهمیدیم که دلیل این اتفاق چی بود و چرا افتادن توی تله. و اصلا یکی از اون پلات تویست های قشنگ فیلم صحنه آخری بود که میفهمیدیم دلیل افتادنشون اینجا چی بوده و چه ارتباطی با بقیه قربانی ها دارن. اما توی سابق ایکس همچین اتفاقی نمیافته. یعنی به روایتی آدم بر داستانمون جان کریمر نیست. برای همین هم است که اول ما مظلومیت اونو میبینیم و اینکه اصلا چه اتفاقی برای زندگیش میفته وقتی سرطانش تشخیص داده میشه. و همون اول میفهمیم که چقدر این گروه پزشکی وحشی و آدمای بدی هن. برای همین هم است که اصلا موافق جان کریمری ما دوست داریم اینا رو گیر بندازه. خلاصه که سیر داستانگویش با نسخه‌های قبلی فرق داره و از همون اول ما با قربانی‌ها آشنا میشیم تا لحظه‌ای که جونشون رو از دست میدن. بحث دیگه که در مورد فیلم میشه و خیلی جالبه بحث در مورد سیاستی هستش که پشت سیستم دارویی وجود داره. سیاستی که میگه اگر یه سری مریضی‌ها از جمله سرطان یا ایدز درمان بشن ممکنه خیلی مشکلات زیادی برای سیستم دارویی کشور پیش بیاد چون درآمد خیلی زیادیشون رو از دست میدن. خیلی سالا پیشم یه مقاله کشف شده بود که میگفت ویروس ایدز درمان شده، اما خب خیلی‌ها انکارش کردن ولی هنوزم توی اینترنت موجوده. اگه پیدا کنمش حتما توی کامنت
کامنت ها لینکشون میذارم. خیلی جالب میاد فیلم اره به این اشاره میکنه که همچین سیستم های پشت داروها هستن و ممکنه واقعا همچین کارهایی رو انجام بدن و جلوی خیلی درمان ها رو بگیرن. البته که خب بعدن توی داستان فیلم جریان فرق میکنه، اما اشاره خیلی خوبی به این سیاست بزرگ میشه. یکی دیگه از چیزهای جالبش اینه که برای اولین بار همکاری این سه نفر، یعنی جان کریمر، آماندا یانگ و کارگاه هافمن رو با هم میبینیم. توی نسخه قبلی مثلا کم کم میفهمیدیم فلانی هستش، ولی نفر قبلی از بین رفته بود، جونش رو از دست داده بود، مثل اره سه که جان کریمر از بین میره، ولی تازه میفهمیم مثلا آماندا یانگ و هافمن با هم در ارتباط بودن. و خب برای اولین بار که کنار همینا کار میکنن و خیلی قشنگه و چیز باحالیه. فیلم اره 10 خیلی خوب بود و به نظرم قشنگ انتظارات رو برآورده کرد، چون سالها بود که این شخصیت جان کریمر رو ندیده بودیم. شاید توی نسخه‌های قبلی فلش بکی ازش می‌دیدیم، اما ندیده بودیم که شخصیت اصلیمون بشه. اما توی این فیلم همچین اتفاقی افتاد و خب خیلی هم قشنگ بود و من حس می‌کنم که یه اره دیگه هم در ادامه این باید داشته باشیم. به خاطر اینکه وقتی با تایملاین‌های قبلی در نظر می‌گیریم، این اره بین نسخه‌های اول و دوم اتفاق می‌افته. یعنی این نسخه اولی که اون دو نفر توی سرداب بودن و پاشون بریده می‌شد، تا نسخه دومی که جان کریمر گیر افتاده بود و پلیس رفته بودن سراغش توی این مدته. و قطعاً میتونه یه فیلم دیگه هم بین این دوتا فیلم جا بگیره و به نظرم جالب هم میشه. دیگه همین، امیدوارم خوشتون اومده باشه. توی روزای بعدی یه سری فیلم خیلی خفن میخوام بذارم، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید به خاطر اینکه جالبن. لایک کامنت سابیارتون نره. زتونم گلسی.